من سپیدار هستم. ما تصمیم داریم سفرهای کوتاه در طبیعت کانادا بریم و تجربه های سفرمون رو به اشتراک بذاریم. جاتون خالی. جاتون خالی. امروز تصمیم گرفتیم بریم به سمت منطقه‌ای به نام کاناناسکی در غرب کانادا. سرمای زودرس کانادا باعث میشه که خورشید خیلی زود غروب کنه. پس باید صبح خیلی زود راهی جاده میشدیم و قهوه‌مونم باید توی راه میخوردیم. توی مسیرمون به سمت دریاچه میریم که برق این سرزمین رو تأمین میکنه. باید بسیار دیدنی باشه که تابستونا مردم از این دریاچه برای اسکی روی آب و زمستونا برای پاتیناژ استفاده میکنن. پس باید توی این فصل دریاچه کمی یخ زده باشه. بهتون گفتم جای تعجب نداره که بریر لیک یخ زده کاملا و بعد کم کم منتظر دوستانی باشیم که اینجا میان پاتیناژ بازی میکنن روی این لیک و حسابی لذت میبرن. هوا هم خیلی سرد نیست ولی یخ خیلی ضخیمی روی این لیک. خیلی حس عجیبی توی این منطقه حاکمه، دقیقا مثل حس همین آهنگی که داریم گوش میدیم. این منطقه در پای رشته کوههای راکی واقع شده. اینجا رو منطقه های معروف و بزرگ برای اسکی، زمین گلف و قلعه های کوهستانی تشکیل داده. بعد از ماه نوامبر این سرزمین اینقدر پوشیده از برف هست که عبور و مرور بسیار دشواره. داریم کم کم میرسیم به جایی که قراره کمی با فرهنگ قبیله کاناناسکی به نام ناکودا آشنا بشیم. مجبور شدیم ماسک بزنیم به خاطر اینکه داریم میریم داخل این مجموعه. این خانم نیویه، استیل و بانی رو که قرار ما رو همراهی کنن معرفی میکنه و توضیح میده که قرار توی مسیر از چه چیزایی دیدن کنید. ما الان اومدیم اینجا سوارکاری با سورتمن و اسبای خیلی قوی که الان اینجا دارن ما رو هول میدن به سمت یه جاده خیلی قشنگ بین کوههای کاناناسکی.
like it living on replay and rewind. وارد یه مسیر جنگلی خیلی زیبا شدیم، خیلی باریکه ولی واقعا قشنگه. نور خورشید از لابلای درخت ها سوزنی میزنه توی چشممون، هوا خیلی مناسبه برای این کاری که بازه، سخت نداره، هوا عالیه، ولی کماکان زمین پوشیده از برد. اینجا بیمارستان سرپایی خرس‌های زخمیه. حتی میشه اثر پنجه‌هاشون رو روی درخت دید. خرس‌ها به درخت پنجه میکشن و بعد قسمت زخمی بدنشون رو به اون شیره درخت میمالن و دردشون رو اینجوری با مسکن طبیعی آروم میکنن. هیچ حیوان خونگی، یعنی هیچ سگی در حقیقت نمیتونه سوار این وسیله نقلیه قدیمی بشه، ولی خب از اونجایی که اشلی این داره در حقیقت داره این برنامه رو تهیه میکنه، اشلی جزء اصلی این برنامه ما بود و ما از منیجر مجموعه خواستیم که اشلی رو بتونیم بیاریم. البته که از ما قول گرفتن اشلی اینجا نباید واقع بزنه، بخاطر همین این لباس گرمشه که تنش کردیم، کلاهشو گاهی اوقات میگیریم رو چشاش با آرامش که اسما رو نبینه. الان یه کوچولو داره قره ریز میزنه ولی خب من سعی میکنم نذارم. میوی میگه اسم این خونه ها، من یادمه وقتی بچه بودیم بهش میگفتیم خونه سرخ پوستی، تیپیه و از قدیم اینجا مونده و برای نگهداری ازش مدام درختای اطراف تیپی رو هرس میکنن که خرس و روبا نتونه تا این قسمت بیاد. خلاصه که جاتون خالی تا برنامه بعد.